آنچه که در این قیام گذشت بسیار مهم بود از بابت تأثیری که روی فضای سیاسی خارج کشور به طور خاص گذاشت. نیروهای مخالف رژیم در خارج کشور از قیام بسیار تغییر پذیرفتند. حالا ما میخوایم به بررسی این تغییرات بپردازیم و من به طور خاص اول از همه میخوام برم سراغ سلطنت طلبان. ببینیم اگر تغییر و تحولی ما در نیروهای خارج کشور ببینیم، بیشترین میزانش یعنی بالاترین درصد تغییر رو ما در سلطنت طلبا یا کسایی که خواهان شاه هستن و خلاصه شاه خواها و شاه دوستا در واقع یعنی محمد رضا شاه و رضا شاه و این حرفا رو صدا میکنن، بیشترین تحول رو در این طیف به عنوان یک جریان سیاسی در خارج کشور ما میتونیم ببینیم. برمیگردم به قبل از قیام. قبل از قیام ما با یک طیف نیروی به اصطلاح خیلی محدود، زیادتر شدن، نه اینکه الان خیلی زیاد شده باشن، ولی نسبت به قبل از قیام تعداد بیشتری حداقل به لحاظ سیاسی ادعای اینو میکنن که سلطنت طلبن یا مشروطه خواهن و به عنوان مخالف رژیم، و اینها در قبل از قیام یک نیروی به اصطلاح به لحاظ سیاسی یه حالتی داشتن بدهکار بودن، یعنی یک نیروی خجول که توی شکافا زندگی میکرد، زیاد ابراز وجود نمیکرد، خیلی مدعی چیزی نبود، فقط میمد کنار نیروهای مخالف و مخالفین سیاسی رژیم آخوندی وامیستاد، یه جورایی میگفت به منم یه جای بدید، منم به عنوان مخالف به حساب بیارید، منم مخالف این رژیم. این قبل از قیام بود. امروز بعد از 11 ماه به زودی ما میرسیم به پروسه به 13 شهریور که سالگرد قیام هست، میبینیم که امروز ما با یک نیروی سر و کار داریم که اومده میگه که اصلا برید، همه تون برید، اصلا کسی غیر از من نیست، هیچ کسی غیر از من مخالف، فقط منم. شماها همه یا با آخونده هستید یا اصلا غلط کردید که هستید. الان گفتمانشون اینه، یک آخوندی دارن به اصطلاح مجتهدشونه، به اصطلاح این سلطنت طلبا اسمش هست امیر طاهری، بهش میگن خبرنگار ارشد، یعنی خبرنگار خبرنگارا. اینا دوست دارن همیشه مثل شاه شاها، نمیدونم چی ساواکی ساواکی ها، حالا یک خبرنگار خبرنگارام دارن به اسم امیر طاهری که این خیلی گفتمانش خیلی شسته رفته و پاکه، یعنی یا آدم یه فکر میکنه یا هرچی بگه خوبه، میاد یه چیزایی رو میگه که خودش نمیفهمه که اینا زشته. در قرن 21 زشت آدم بیاد بگه من اشتباه کردم، نعلین یعنی فرق نمیکنه، چکمه و نعلین، چکمه شاه رو نلیسیدم، یعنی چکمه لیسی رو رسماً میاد تو هستش. دوستان صحبت من میشن، اگر کسی دوستاش میتونه بره این فیلم ها رو بیاره به صورت کامنت میذاره. این مجتهد چکمه لیس، مجتهد سلطنت طلب چکملیس، این میگه که من یکی از ایراداتی که به من وارده اینه که چرا زمانی که شاه بود مجیز شاه رو نمیگفتم، کم مجیز میگفتم. البته ایشون آخرین سردبیر روزنامه کیهان که روزنامه یک کشور بود و شما خودتون میدونید حاکمیت ها، دولت ها، دیکتاتور ها همینطوری رسانه ها رو دست کسی نمیدن، طرف باید حتماً سرسپردگیش رو ثابت کرده باشه. و خب این آدم سرسپرده که امروز به خودش میگه من بعض کافی چکمه های شاه رو نلسیدم، از این بابت خیلی متاسفم، دنبال چکمه هست برای لیسیدن. نعلین هم ظاهراً دوست نداره بریسه، ظاهرش اینه، احتمالاً چکمه خوشمزه تر از نعلینه، نمیدونم چطوریه. خلاصه اومده میگه که یک سری واژه ها مبتذلند، یعنی تمام آنچه که بشر و بشریت متمدن امروز بعد از قرنها افتخار خودش میدونه، یعنی دموکراسی، یعنی واژه‌های مشابه این، واژه‌هایی که از این دست هستن، همه اینها رو واژه‌های مبتذل قلمداد کرده و اومده رسما توی ویدیو گفته که اینا واژه‌های مبتذلن، دموکراسی اصلا چه به درد ما نمیخوره، اگه واژه دموکراسی به درد ایران میخورد
تو حتما یه ما حتما رقمش کلمش تو ایران درست، واژش تو ایران درست شده بود. ما چون این واژه رو نداریم، دموکراسی اصلا به درد ما نمیخوره. ما شاه باشه که چکمه‌هاشو بلیسیم برامون خوبه. این اومده میگه که آره این واژه ها رو باید ریخت دور، ما باید برگردیم به سلطنت. تنها چیزی که مردم ایران میشناسن، تنها چیزی که در واقع وجود داشته و تنها گزینه این که برای مردم آشناس و مردم خوششون میاد سلطنت. میگه یه گزینه دیگه هم بود که شیخ بود، یعنی به اصطلاح مشروعه، از قول خودش میگه معادل مشروطه کرده. البته این یک دروغ بسیار بزرگ تاریخی هست که این خبرنگار مجتهد آیت الله خبرنگار رسما این دروغ رو میگه. میگه که شاه محمد رضا شاه یک پادشاه مشروطه بود، مشروطه خواه بود. این دروغه. محمد رضا شاه مصدق رو به دلیل اینکه میخواست اختیاراتش رو کم بکنه سرنگون کرد. مصدق استعفا کرد. این رو همه هموطنان جوانان باید برن بخونن تاریخ رو از منابع درست. علت اختلاف بین شاه و مصدق این بود که شاه میخواست خودش به عنوان نخست وزیر به اصطلاح مقام وزیر جنگ رو هم داشته باشه، یعنی اختیارات نظامی کشور در دست خودش باشه نه در دست شاه. چون شاه مشروطه، من یه جای دیگه هم گفتم، شاه مشروطه کارش اینه که مثل یک زالو از خون مردم چلو کباب بخوره، بستنی بخوره، بجرده، خوش باشه. خوباشون که تو خارج کشور ما میبینیم مثل سوئد، حالا اینا هم که خوبشون اسپانیا دیدیم دیگه، شاه بلژیکو دیدیم اومد اون تروریسته رو آزاد کرد، یعنی فراتر از قانون اومد تروریست محکوم شده توسط دموکراسی و تمدن بشری رو به صفت یک شاه دیکتاتور آزادش کرد. اینا همین شاه های خوبن که تو غربن. اینا خوباشون کارهای خیریه میکنن، یه کمکی میکنن، البته اموال مردم رو مف مف میخورن. و اخیرا شنیدم این آخوندی که یک چرت و پرتای گفته بود سر اینکه میرم ایتالیا و جلوی اینو میگیرم که خانم مریم رجوی رو قبول کنن، این حرفا الان اومده خودش میگه میخوام شاه سوئدم بیرون کنم. تا دیروز شاه حسن بود، حالا اومده میگه شاه سوئدم میخوام بیرون کنم. خلاصه از این شاه ها و از این آخوندا و آخوند شاه ها که با هم فرقی ندارن، یه روز آخوندن یه روز شاهن، خلاصه از این شاه و شیخ ها خیلی برای این مردم در نمیمد. برای همین مصدق اومده بود گفتش که آقا اختیار جنگ باید دست من باشه. خب شاه هم قبول نکرد، مصدق استعفا کرد، بعد کودتا شد و خلاصه اون کودتای بعدی کودتای ننگینی که مصدق رو برکنار کرد شاه و بعد گرفت آدمای مهمش رو، دکتر فاطمی رو به دستور ملکه انگلیس حکم اعدام براشون صادر کردن، دکتر فاطمی رو کشت، خواهر شاه دربار یعنی با نفس سوزوندش. این پیشینه ماست. این شاه ها رو این اومده میگه اینا مشروطه، دروغ میگه، دروغ میگه، چون آیت الله سلطنت طلبه، فرق نمیکنه آیت الله سلطنت طلب با آیت الله غیر سلطنت، با آیت الله خمینی چی یک. این سلطنت طلب ها اینجوری شدند، یعنی آیت الله شون اومد گفت آقا بی خیال دموکراسی. یک کلاشی هم پیدا کردن به اسم حجت کلاشی، هی این ور اون ور آوردنش که جانشین پرویز ثابتی بشه که دیگه فاشیسته، دستش اینجوری میگیره و ادعای به اصطلاح افراد، یعنی سلطنت ساواکی تبار. کار تا جایی پیش رفت که همین آیت الله طاهری، امیر طاهری، آیت الله خبرنگار ارشد امیر طاهری اومد گفتش که واژه زن زندگی آزادی مال یک جلسه بوده مال حزب رستاخیز. میدونی حزب رستاخیز زمان شاه دورانهای مختلفی داشت، حزب رستاخیز دیگه اندش بود، آخرش بود، یعنی اومد سه چهار تا حزب دیگه هم که خودش درست کرده اینا رو ریخت دور، گفت حزب فقط حزب الله، یعنی حزب رستاخیز، هر کی هم دوست نداره پاسشو بگیره بره. من اینو قشنگ یادمه، شبی که تو تلویزیون این رو گفتن قشنگ یادمه، این که گفتش که هر کی دوست نداره پاسشو بگیره بره، حزب فقط حزب الله. فرداش من رفتم دبیرستان، موقع دبیرستان بودم، ناظممون منو صدا کرد گفت تو به عنوان نماینده دبیرستان در حزب رستاخیز برو فلان جلسه شرکت کن. منم اتفاقا رفتم دیدم که یه عده نشستن دور میز، بعد نوبت من که شد گفتم
من فکر میکنم که این چیزی که شما اسم بشه حزب رستاخیز یعنی حرف مفت، یعنی آدمای بدبخت بدبختن، آدم اون موقع اینقدر عقلم نمیرسید، آدمای پولدار پولدارترن. اینم یک داستانی که شما درست کردید، بنک سر مردم و شیره به مالی. اون موقع سیاسی زیاد نمیفهمیدم، ولی این چیزی که شد بعدن که هفته دیگه که رفتم تو مدرسه لازمم گفتش که دیگه نمیخواد بری. یعنی این حزب رستاخیز بود. من اینا رو زندگی کردم، بر همین خاطراتشو برای شما میگم. سلطنت طلب خجول بدهکاری که یواشکی میمد تو خیابون میگفت آقا به منم اجازه بدید مخالفت کنم با رژیم سلطنت، با رژیم شاه شیخ، این سلطنت طلب حالا اومده طلبکار و مدعی شده میگه اصلا دموکراسی چی چیه؟ غلط کردید اصلا، شما مخالف فقط منم. اون شعار به اصطلاح رسوای مرگ بر سفلان که زن همین پسر شاه اومد داد الکی نبود، در واقع اینا به نوعی وارد یک فاز جدیدی شدن. حالا چرا؟ چون اینا نشان از دو حامی دارند. این یه شعری هست بگن نشان از دو حامی دارد این بی پدر، خلاصه نمیدونم شعر درستی چیه. اینا دو تا حامی دارن الان، هم استعمار خوششون میاد از اینا، از اینا به عنوان یه گزینه، هم خامنه ای. خامنه ای خوشش میاد چون میدونه اینا خیلی، اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، اصلا خوبه که به عنوان لولو سرخره با سر خرمن باشن، توجهات بره به سمت اینا، کسی به اون خطر اصلی یعنی خطر آتش، یعنی خطر کانون شورشی، یعنی خطر سازمان مجاهدین، کسی به اون توجه نکنه، به اینا توجه کنه. خامنه از این بابت اینا رو هی پوش میکنه. دوروبر پسر شاه هم همشون آدمایین که خامنه ای چی هن، خامنه ای چی بودن، نفوذی های اطلاعات سپاه هن، همه شون، همه این سیبیل گنده توکلی، اون یکی سفیده چی اسمش، اینا همه شون سپاهی بسیجی بودن، کنار پاسدارا، کنار فلاحیان، کنار این، اون عکس هست ازشون، اومدن بر خوردن توی این سیستم. همین کمیلی ها انتخابی فر، اینا پرستوها و آدم های اطلاعات سپاه هن اومدن پر این دوربر این پسرش ها رو گرفتن. قدیمی تراشون که ما بهشون میگفتیم طاغوتی، یه حاله دورتری هن، خیلی هم از این پسرش ها خوششون نمیاد چون حرفاش رو گوش نمیده، ولی چاره ندارن، نمیتونن یه پسرش های دیگه درست کنن، مجبورن با همین بسازن. گاهی وقتا بهش میگن حتی غلط هم کرد، بعضی طرفداراش میان میگن آقا پسرش ها گفته که تو تظاهرات فحاشی نکنید، بعد بیرون نگید، میگن پسرش غلط کرد، ما طرفدارشیم ولی هر کاری دلمون بخواد بکنیم. هست این نمونش. خلاصه هم استعمار یعنی قدرت‌های خارجی یعنی اجنبی‌ها اینا رو میخوان. چرا؟ چون ببینین توی همین قیام اجنبی یعنی استعمار با ورود یک عنصر سوم در خیابان‌های برلین و واشنگتن و لس آنجلس و پاریس نزدیکی پایان رژیم رو دید، یعنی پیام سقوط رژیم رو گرفت. اینا میفهمن که خامنه ای کارش تموم شده و براشون یک کابوس بزرگی هست. همه اینها، آمریکا، اسرائیل، فرانسه، همه قدرت خارجی، آلمان، همشون، سوئد، همشون یک کابوس دارن. نکنه این رژیم سقوط کنه و مجاهدین برن اونجا، یا این شورای ملی مقاومت که بیانگر یک نیروی ملی مستقلی هست که باج به شغال که نمیده، هیچی به گرگ هم نمیده، به اجنبی و استعمار هم باج نمیده، نکنه اینا برن جاش. پس باید یکی رو درست کنیم بره سر جاش. پس ببینید اینا الان تو بازار بورس قیمتشو رفته بالا، هم استعمار اینا رو میخواد، هم خامنه ای، هم به کار خامنه ای میان، هم به کار استعمار. این خاتمی، این اصلاح طلبا، اصلاح طلبا هم همین کار کرد رو داشتن، هم برای اجنبی خوب بودن، هم برای خامنه ای خوب بودن. برای همین هم تا جایی که تونست هی گردوندشون، هی نگرشون داشت، هی هنوزم که پوزیدن مردن هی میره از تو اون تابوت درشون میاره، یه خود رنگ و روغن بهشون میماله، دو روز میبینه نفایده نداره، دوباره مرده، از همه میفهمن مرده. این داستان الان نوبت سلطنت و سلطنت طلبی شده. از این بابت من اینو یک کردم، گفتم سلطنت طلب. معنیش اینه که در ماه پیش رو، در ماهای پیش رو که قیام در ایران دوباره سربر خواهد کرد، رژیم همونطور که برای اصلاح طلبا
میدون باز کرد که حضور سیاسی داشته باشن، که یعنی بگن ما هستیم، میتونیم جایگزین باشیم، راههایی رو پیدا خواهد برای اینکه اینا مطرح باشن. دیگه من نمیدونم چه راههایی، اینا نقشه هایی که بین این همین که اسمش آوردم الان جانشین پرویز ثابتی و همون چیز کلاشی، همین حجت کلاشی و آدمای دوروبر حجت کلاشی و آدمای دوروبر سپاه و خامنه ای و اینا با هم میشینن راه پیدا میکنن چیکار کنن که این تصور رو ایجاد کنن در ماهای آینده که سلطنت طلبی و یا سلطنت در ایران حضور داره، حضور فیزیکی. چرا اینو میگم؟ چون در قیام یه چیزی رو همه دیدن، دیدن که مقاومت، مجاهدین، کانونهای شورشی حضور واقعی فیزیکی دارن و این خلع رو میخوان اینا پر کنن، چون اون موقع کاری نمیتونستن بکنن. مجاهدین همیشه چند جهش اینا جلوترن، اون موقع کاری نمیتونستن، نمیتونستن کلاشی و سلطنت طلبا و دیگران، نمیدونم مسیح و اینا که همه حذف شدن، این آدم ها که دیگه یه بار مصرف بودن، همین هنرپیشه ای که اومده بود، همین علی کریمی، اینا که همین اندازم چکمه لیسی میکنن، اینا اون موقع نمیتونستن کانون شورشی نمیتونستن درست کنن، نمیتونستن بگه ما تو ایران حضور داریم، برای همین سکوت میکردن، سانسور میکردن، خفه شدند. بیش از 3000 خورده نفر از اعضای کانون شورشی ناپدید شدند، دستگیر شدند، رسماً سازمان و مقاومت این اسامی اینا رو اعلام کرد، اینا کلا سانسور کردن چون کار دیگه نمیتونن بکنن. ولی ما میتونیم شاهد این باشیم یا انتظار این داشته باشیم که در ماهای آینده که در ایران شلوغ میشه، در بعد از قیام بیان یک جوری برای اینا الکی میدون باز کنند، برای اینکه اینا بعدن تو خارج کشور تو چشم استعمار خوب چیز بیان، ارزش پیدا کنن، قیمت پیدا کنن، یعنی استعمار بگه اینا واقعا هستن، به لحاظ سیاسی میتونن مؤثر باشن. این چیزیه که ما بایستی انتظار داشته باشیم. چرا؟ چون تحولی که من گفتم منجر شد به این که سلطنت طلب خجول، ساواکی خجولی که 40 سال بود قایم شده بود از ترس مردم، بیاد عکس بگیره اینجوری دور دوربین و بقیه دزدا و سلطنت طلبا و جنایتکارا مثل اون رضا فراستی، تمام آدم کشا اومدن بیرون، رضا فراستی میمد تو استراسبورگ جلوی صفحه تظاهرات وامیستاد. این تحول ما به آیندهش غیر از این نمیتونه باشه که از این نیرو، حالا این در رابطه با سلطنت طلبا. پس این فتنه ای که درست شد قاعدتا بایستی در ماهای بعدی اینا دارن آماده میکنن خودشونو که بعدش بگن بله ما هستیم و ما حضور داریم و ما مؤثریم و ما جایگزین ما هستیم. در واقع اینم برای اینکه بشه خرجشون کرد، فروختشون به غربیا و به اجنبی، که مبادا آلترناتیو اصلی شورای ملی مقاومت، اون قدرت عظیمی که ما چند وقت پیش در پاریس دیدیم، در خیابانهای پاریس و در مقر در دفتر شورای ملی مقاومت در اوورسورواز و اون جمعیت عظیمی که اونجا بودن و شخصیت‌ها و اون پیروزی‌های سیاسی حیرت انگیز، 26 کشور نمایندگان 26 کشور اکثریت نمایندگان 26 کشور حمایت خودشون رو اعلام کردن، بیش از 104 امروز نمیدونم فکر کنم 110 یا 120 110 حداقل فکر می‌کنم شخصیتی که قبلا یا رئیس جمهور بودن یا نخست وزیر بودن یا مقام درجه یک بودن در سیاست جهان حمایت می‌کنن، این آلترناتیو میخوان جلوشو بگیرن که دیده نشه. پس یه چیزی باید درست کنن و این چیز همین چیزیه که فقط با سلطنت طلبا مقدوره. این داستان سلطنت طلب و سلطنت طلبی. امروز سلطنت طلبی و سلطنت، برای این میگم کسانی که این حرفو میزنن، امروز ابزار دست هم خامنه ای هستن و هم استعمار، مقبول هر دوشون هستن. و اون هم وطنانی که به خاطر اینکه فکر میکنن گذشته خوبی بوده و بر میتونن برگردن به گذشته، یا بخوان که فکر میکنن در ایران مشروطه ممکنه راه حل باشه، خوراک این جریان فکری شاه و شیخی هستن، خوراک این جریان جریانی هستن که ضد منافع اصلی ملت ایران عمل میکنه، هم به نفع استعمار و اجنبیه و هم به نفع خامنه ای. این هموطنان یک بار دیگه بشینن چک کنن
جای سیاسی خودشون رو در شطرنج سیاسی امروز دنیا میتونن ببینن. این که آدم فکر کنه مشروطه میتونه در ایران یک راه حل باشه، به خاطر اینکه نه مشروطه میفهمه یعنی چی، نه سیاست میفهمه، نه تاریخ رو بنزه کافی خونده که ببینه شاهان مشروطه در ایران چیکار کردن یا نکردن. این نکته دو. اول نکته شاهان به اصطلاح پهلوی ها و قبل شاهانی که به اسم مشروطه در ایران بودن. من حواسم با هم پرت میشه. نکته بعدی نیروهای دیگه است. نیروهای دیگه در این 10 ماه درشون تحولات مهمی اتفاق افتاد. من وارد اسماشون نمیشم، ولی اینو میتونم بگم که رادیکالیزم حرف اول در این نیروها بود. یعنی این نیروها هر کدوم به میزانی، رادیکالیسم نه، قطبی شدند، هر کدوم به میزانی که در وسعشون بود از شاه و از شیخ فاصله گرفتن و به اردوی انقلاب نزدیک شدن، هر کس به اندازه وسع خودش. و ما این موضع‌گیری رو و صف‌بندی رو خیلی گسترده میبینیم. کجا میبینیم؟ تمام نیروهایی که قبلا خیلی تو صحنه نمیمدن توی مثلا بعضی از مقاطع، مثل مثلا حمله که با آلبانی شد، به مقاومت در آلبانی شد، اومدن و مواضعی گرفتن که با قبلشون فرق میکرد. یعنی چندین گام، بعضا چندین پرش نزدیکتر شدن به مقاومت و به شورای ملی مقاومت و به سازمان مجاهدین، به راه حل اصلی و واقعی. برخی ها که ناپیدا بودن حضور پیدا کردن، سری از زیر آب آوردن، یه چیزی گفتن، کسی که قبلا موضع نمی گرفتن. ما شاهد بودیم حتی نیروها و شخصیت هایی که یکی یکی از سلطنت و سلطنت طلبی فاصله گرفتن، کسایی که حتی خودشون به نوعی وارد این طیف شده بودن، وارد این اردو شده بودن، کم کم فاصله گرفتن، دور شدند. آدمایی که اصلا دفاع میکردن از این طیف در دوران قیام فاصله گرفتن. یه بخششون ساکت شدن. ما شاهد سکوت یه بخشی از این نیروها هم هستیم، کسایی که رسما در این اردو بودن ولی الان فاصله گرفتن، یعنی دور شدن. مثلا من همین هفته پیش موضع‌گیری آقای خورسندی رو دیدم، حالی خورسندی. خب موضع‌گیری خیلی نابی بود. چرا؟ چون این سلطنت طلب‌های جدید، یعنی بعد از قیام، یا این سلطنت طلبایی که نشان از دو چیز دارن، ویژگیشون اینه که هم یه سری بردار دارن، یعنی روی یک سری چیزای سوار میشن و جلو میرن. یکیش اینه که اومدن میگن انقلاب 57 گناه بوده، کسی که این کارو کرده، بدبختیایی که همه بدبختیایی که آخوندی تو این آخوندها، خامنه ای و خمینی تو این 43 سال سر مردم آوردن، نه تقصیر خامنه ای، نه تقصیر خمینی، نه تقصیر پاسدارا، نه تقصیر آدمکشا، تقصیر کسایی که شاه رو بیرون کردن، یعنی تقصیر کسی که مخالف شاه بودن، یعنی تقصیر کسایی که انقلاب 57 رو در واقع رقم زدن. میگه تقصیر ایناست، اینا گناهی ندارن. چرا؟ چون از جنس ایناست، چون خودش هم مثل ایناست، خودش هم میخواد بیاد همون کارا رو بکنه، همونطور که قبلا میکرد. برای همین انقلاب رو، یعنی بهینه شدن یک جامعه رو، یعنی رشد و تکامل یک جامعه رو، این رو گناه میدونن. اگر کسی خواست جامعهش رو رشد بده از دیکتاتوری به سمت دموکراسی، این گناهکاره. اسمش هرچی که هست باید گرفت. خیلی هاشون میگن باید اینا رو بگیریم بکشیم، یعنی مثلا من یا آدم های مثل من یا خیلی های دیگه که اون موقع هنوز کسی تا حالا نکشتتمون، اینا میخوان بیان که دوباره پاها رو بگیرن بکشن. خلاصه آقای خورسندی خیلی جالب توضیح داد، گفتش که مدافعین انقلاب کسانی بودند که 10,000 در همون سالهای اول انقلاب توسط همین آخوندها کشته شدند. اونها بودند انقلاب کردند و اونا بودن که از انقلابشون سعی کردن انقلابشون رو حفظ کنن، نذارن ملا خور بشه. خب ملا خور شد، مثل شاه خور شدن که خیلی وقت قبل ترا زمان مصدق، حکومت ملی مصدق رو شاه خورد، انقلاب مردم رو خمینی خورد. این رو من در یک پرانتز باز کردم. این طیف نیروها، یعنی غیر از سلطنت‌طلب‌ها، بقیه نیروها به میزانی که جلو میریم، به ناگزیر و قانونمند
باز دوباره به نوعی رادیکالیسم درشون بیشتر دیده میشه. یعنی در ماهای آینده هر چقدر که به سمت سرنگونی میریم، طیف وسیعتری از این نیروها نزدیک و نزدیکتر میشن، هموطنان کرد، سایر هموطنان بلوچ، سایر مبارزین به اصطلاح مرزهای ایران که بیشتر زیر فشار بودن همیشه، اینها به مقاومت نزدیکتر میشن به طور قانونمند و بقیه نیروهایی که به طور واقعی ملی و میهنی و مستقل و آزادی خواه هستند. این منطق به اصطلاح انقلاب هست. من فکر میکنم که بیشتر از این الان من چیزی نگم. اگر که چیزی مون در سوالات پاسخ بدم به شما.